با سلام خدمت همه دوستان عزیز مبارزه دوم ایوندر هالیفیلد در مقابل مایک تایسون رو میخوایم براتون گزارش کنیم مبارزه اولش رو در همین کانال براتون گذاشتیم این مبارزه هفت ماه بعد از اون داره انجام میشه مبارزه قبلی رو با دیسیژن پیروز شد ایوندر هالیفیلد و حالا این مبارزه در 28 جون سال 1990 97 سر کمربند دبلیو بی ای هیوی وی چمپیون مایک تایسون 45 تا برد دو تا باخت که یکیش از گفتشون برای برد اومدن مایک تایسونی که هفت ماه پیش باخته در عین ناباوری هیچکی باورش نمیشد و حالا اومده انتقام اون مبارزه رو بگیره رانده اول همون اول طوفانی شروع کردن ایوندر هالیفیلدی که یه جورایی قلق مایک تایسون دستشه رفوک عالی رو میزنه مایک تایسون یه جوری بود انگار میخواست برای زیگیری اقلام کنه کلینچش میکنه ایوندر هالیفیلد و داور بهشون تذکر میده که مبارزه رو آغاز بکنن و همدیگر زیاد کلینچ نکنن مبارزه ادامه پیدا میکنه طوفانی کار میکنن جفتشون اومدن برای اینکه حریفشون رو ناکاوت بکنن مایک تایسونی که قبل از این مبارزه در زندان هم بوده جرم تجاوز رو داشته ایوندر هالیفیلدی که چندین تا باخت داشت قبل از مبارزه اولش با تایسون و یه جورایی با برد تایسون سوپر استار شد برای خودش یکی از دلایل معروفیت هالیفیلد خود همین مایک تایسون بوده البته اینکه مایک تایسون با رو با دیسیژن برد کلینچ رو ببینیم چجوری هم دیگه میکنن و نگه میدارن منتظر فرصت باز لفوکش اومد بزنه هالیفیلد اصلا انگار میدونه چیکار کنه همون اول جا خالی میاد که دیگه طوفانی شروع میکنه چند تا ضربه پیپی پشت سر بزنه و شانس آورد آخریشو مایک تایسون جا خالی داد در برگشت چه رایت پانچی میزنه زیر بغل ایوندر هالیفیلد رو ببینید تا لگنش رفته از ها رو ببینید در هم پیچیده قدرتمنده مای کاهنی که, که منتظر فرصتیه که انتقامشو بگیره یه ضربه میزنن هم دیگه رو کلینچ میکنن جفتشون هم استایلشون ارتودکس هستش یا ارتودکس باز دوباره جا خالی میبینید چقدر قشنگ هوک چپ هوک راست هوک چپ هوک راست میزنه هالیفیلد و در برگشت یه اوبرهند مد بزنه تایسون که نخورد باز دوباره در برگشت یه هوک چپ میزنه جفتشون هم گارداشون رو بستن اما ضربه اینا محله که سنگین وزنه مبارزه در سنگین وزن خیلی داستانش فرق میکنه هر کدوم از این مشت قدرت ناکاوت کردن داره و جفت فایتری که اصلا متنفرن باز دوباره در کلینچ تایسونی که باورش نمیشه به با هالیفیلد باخته و هالیفیلدی که اومده تثبیت بکنه بردش رو اگه هالیفیلد ببره میشه دو تا برد اگه تایسون ببره یک یک برابر میشن راند اول به پایان میرسه راند اول به پایان میرسه اینجا مایک تایسون رنک یک هیوی WBA و ایوندر هالی فیلد ای WBA heavyweight champion چون که مبارزه قبلی رم برده اینجا اومده ای که دفاع بکنه از کرمندش و تایسون اومده که بگیر ازش سحنای باعثتر رو مشاهده میکنی چه اینجا رای پانچ حالی از هالیفیلد که اونجوری هم نخوابید تو صورت مایک تایسون صحنه آهسته رو داریم میبینیم گارد مای تایسون رو نگاه کنید اینجا ضربه رو میخوابونه یه رایت اوک لف اوک آپرکاتش رو دفاع میکنه و تایسون که در برگشتش هم اونجا ضربه زد ولی نخورد باز دوباره طوفانی شروع میشه در راند دوم تا ضربه میزنن کلینچ تا ضربه میزنن کلینچ ایوندر هالیفیلد رو با شورت بنفش باید مایک تایسون رو با شورت مشکی مشاهده میکنید برای دوستانی که شاید نشناسن این دو تا فایتر رو و با اولین بار دارن این مبارزه بوکس رو ببینن. که بعد از سالها ما داریم اینو گزارش میکنیم چون واقعا دیدنیه ببینید چه جوری هم دیگر رو میسنجن به هزارم ثانیه پاره شده مایک تایسون از مبارزه قبلی هم خیلی هرس داشت همش میگفت کله میزنه ایوندر هالیفیلد البته ما صحنه این مبارزه رو باید ببینیم صحنه آیستای همیتی که کله خورد ببینیم کله زده یا نه باز هم دیگه کلینچ میکنن بوکس فوق حرفه ای ادامه پیدا میکنه یه او که راست یه او که چپ و کلینچ از تایسون نزدیک هم که میشن اگه ضربه زدن زدن قشنگ تایسون ربش کرده باید یه جورای نزدیک زنی کار کنن با این قدمو کلینچ میکنن یه جبه میزنه رایتوکش توکش نمیخوابه مایک تایسون و ببینید در برگشت چه فوکی اومد بزنه هالیفیلد که نخورد به مایک تایسون با دی پانچ عالی از ایوندر هالیفیلد هر سر تنگ کرده برای مایک تایسون ببینید اینجا بیمه اومد ضربه واسه ناکاوتی بزنه که جفتش مایک تایسون مایک آهنی جا خالی میده وزناشون دقیقا اندازه همه جفتشون 99 کیلو هم. تایسون پاهای یکم درشتری داره هالیفید پاش باریکتره ولی بالا تنه تره ببینید دست داره خلاف مفصل میده تایسون اصلا اینجا یه جورایی دعوا کردن با هم دیگه واقعا خلاف مفصل اومد بره که ایوندر هالیفیلد هم میدونه رایت تو که محکم زد اینجا داور بهشون تذکر میده به جفتشون که حرفه ای مبارزه کنن اصلا که تایسون اینجا شروع کرد یه خلاف مفصل رفت و بوکس ادامه پیدا میکنه میدونه اوورهند عالی از مایک تایسون عالی فیلدم از با نمیشینه ضرباتشو میزنه ببینید کله تو کله همه کله تو کله هم یه لحظه کی بیاد و داوری که میاد جداشون کنه که بکس رو زیبا بتونیم ما ببینیم زربا رو از دور بزنن انقدر به هم نچسبن که کلینچ بکنن چقدر این مبارزه به صورت کلینچ داره ادامه پیدا میکنه تو ریسک هم میخوان نرم مایک تایسونی که ابروشم. پاره شده و ثانیه هایی نمونده تا راند دوم پایان برسه پایان میرسه نگاه تایسون رو دیدین چجوری نگاه کرد لاتی واسه دعوا اومده تایسونی که کم پیش اومده ابروش پاره بشه کاتمنا دارن روش کار میکنن یه دادی هم میزنه کم براش پیش اومده پاره گیب رو ببینید چه دادی میزنه باز دوباره دارن روش کار میکنن کاتمنا و نکات مهم و مربیه دارن بهش میگن خدا رحمت کنه کاستوماتو رو که یکی از بهترین مربی تاریخ بود و مربی تایسون بود اون تایسون رو کرد تایسون ولی اینجا نیستش اینجا نگاه کنید اگر این رایت پانچ خورده بود اگر رایت پانچ خورده بود که نمیخوره اینجا اعتقاد داشت کلش خورده چیزی که ما میبینیم عمدی در کار هالیفیلد نبود واسه کل زن چون کلش آورد این ور میبینیم کلش آورد بغل اصلا با کله نرفت تو یه جورای خود تایسون کلش آورد جلو خورد صحنه رو دوباره دیدیم مشخص بود حالا شما میتونید چند بار ببینید کلش داد بغل و جام حفاظ دستش و یادش رفت بود بذاره مافکاردو میذاره و مبارزه ادامه پیدا میکنه در راند سوم ببینید حرکت ها تونتر شده رقص پاد یه بادی پانچ عالی یه دونه لفوک عالی هم میزنه تایسون طوفان شروع کرده برای ناکاوتی اومده یه اوورهند دیگه هم میزنه ببینید چه کاری میکنه چقدر خوب داره کار میکنه و ایوندر هالیفیلدی که کلینچش میکنه میانتش در گوشه رینگ تایسون رو به این معادله برمیگرد یا نه تایسون توفانی شروع کرد رانده طوفانی. توفانی و باز یک ضربه میزنه و کلینچ میکنه ایوان در حالی فیت قلق مای تایسون رو دستشه یه جب میخواد بزنه که اصلا نمیرسه در برگشت همی اوبرهند که نمیخوره به هر دری میزنه به در بسته میخوره مایک تایسون و هالی که در میان یه اوورهاد مد بزنه که اونم باز موفق نشد تایسون جا خالی داد تایسون یه لفو بزنه باز موفق نشد اینجا اعتقاد داره که هی کلش رو سمت من هی کیریش میکرد کلش رو می سمت من ببینین قاطی هستن تایسون اینجا قاطیه ببینین دست چه زیر گلوه هالیفیلد داره فشار میده با اینکه داور هی میخواد جداشون کنه قاطی کرده اینجا. باز ذره باز کلا رو ببینید کلاش رو هی میاره جلو صورت مایک تایسون کله بهش اینجا نمیزنه ولی خیلی کلهشو فشار میده به کله تایسون و مبارزه قبلیشون هم تایسون اعتقاد داشت که این کارو داره انجام میده ایوندر هالیفیلد کمتر بوکس میکنن با ام. یه ضربه میزنن میرن تو کلینچ راست <تص> که عالی رو میخوابونه به صورت هالیفیلد که من گفتم الان تموم میشه کار ولی اصلا تکون نخورد تماشاگرام دارن دست میزنن باز کلینچ باز کیلنج. داور جداشون میکنه مبارزه ادامه پیدا میکنه مبارزه بوکس تاریخی رو داره میبینی یا جپان چه عالی رو تایسون میزنه به صورت حالی که داره ازش خون میاد نورمال سالی میزنن که این خونا بریزه قطعی گاز گرفتن دوستان دهان انسانم کلی باکتری وحشتناکتر از حتی حیوانات داره برای اینکه عفونت بخواد ایجاد بکنه این مدل گازی گرفت به قصد کندن گرفته که اینجوری داره خون میاد داورم میاد چک میکنه میبینه که بله گاز گرفتنه دعوا کنه داور میگه که پزشک بیاد آقایی که اومد پزشک مبارزه است نگاه میکنه هالی رو اینجا پزشک باید تشخیص بده که هالی فیلد میتونه ادامه بده یا نه چون اولین بارم بوده که این گازو گرفته میتونستم دیسکوالیفای بکنه میتونسته ازش میگه که میتونه ادامه بده دکتر میگه بله میتونه ادامه بده دو تا پوینت منفی دو تا پوینت منفی از به تایسون میدن دوتا پوینت ازش کم میکنن و به تایسون اخدار میده اخدار میده که اگر یک بار دیگه این کار رو بکنی دیسکوالیفایت میکنم اگه یک بار دیگه این کار رو بکنی آخرین باری که این کار رو داری انجام میدی دوتا پوینت خیلی دوستان وقتی به دیسیژن برسه مبارزه یعنی دیگه طرف یه جورای همه چیز رو دست داده اعتقاد دارن که باید دیسکالیفای بکنن تایسون تا ولی تذکر رسمی بهش میده دو تا پوینت هم کم میکنه و میگه که دو تا فایتر بیاین و مبارزه رو آغاز بکن نکنه دوباره گاز گرفت نکنه دوباره گاز گرفت که میرن صحنه های آهسته رو میبینن صحنه های آهسته بار دوم رو نگاه بکنید مایک تایسون تا رو کاملا دهان رو باز میکنه قرچ میکنه و توف میکنه بیرون یعنی یه تیکه گوش کنده میداره تو رینگ نگاه کنید اوورهندش اینجا نگرفت چند تا ضربه زد دید همه رو داره جا خالی میده هالیفیلد اعصابش خورد میشه قشنگ میاد میگیره گوش هالیفیلد هم, هم جوای جو میسته که بگیره و میندازه بیرون و اعلام میکنن که مبارزه تمام مردم تعجب کردن مبارزه در ام جی ام آرن در لاس وگاس اومدن مبارزه رو ببینن چقدر شرط بندی بوده سر این مبارزه چقدر درآمدا بوده چقدر پیش بوده برای اینکه کی ناکاوت میشه چه راندی میشه و اصلا هیچ کی پیش نمیکرد دیسکوالیفای این اگه کرده کسی قطعا بیلیونر شده و باورش نمیشه حالی که این اتفاق براش به وجود مده بار اول که گوشو گاز گرفت چجوری میپرید هوا نگاه کنید مایک تایسون رو چی گاز گرفت اینجا گوشش اصلا باور کردنی نیست اگر کاستماتو بود باور کنید این کار رو نمی کرد گوشش رو کنده و یه کار بسیار عجیب از مایک تایسون صحنه ای که داشت حمله می کرد ها ریختن باورتون نمیشه هر یه اینجوری که میکرد نصف پلیسا میرفتن اون وقت و باز میخواد بره مربیش نگه داشته کار اشتباهست بعد از اینکه این اتفاق افتاد سه میلیون دلار جریمه شد 3 میلیون دلار بیشترین جریمه ای که میتونستم بکنم باز دوباره میخواد حمله کنه بزنه و چند روز بعدش اومد رسما خدا رسما ببخشید معذرت خواهی کرد چند روز بعدش بعد از این مبارزه رسما معذرت خواهی کرد از ایوندر هالیفیلد ولی خب سه میلیون دلار جریمه شد بیشترین جریمه عرض کردم خدمت بیشترین جریمه که میتونستن بکننش بوده و مردم هم خیلی ناراحت بودن از دستش اخبارا خیلی بد میگفتن اینجا مصاحبه دارن میکنن با داور مبارز آقای میلز لین که میگه که ازش پرسن چرا دیسکوالیفای نکردیم میگی من بار اول بهش تذکر دادم دکترم نومد نگاه کرد گفتش که میتونه ادامه بده دو تا پوینت منفی بهش دادم و دوباره این کار رو تکرار کرد تیم هالی رو ببینید که چجوری داشت رفت بیرون و دووری که خیلی محکم کار کرد محکم قضاوت کرد ببینید داره میگه میگه بهش گفتم نکن این کارو بهش گفتم اگه یک بار دیگه بکنی دیسکوالیفایت میکنم و دوباره این کارو کرد تایسون تا در همون ران کرد چند ثانیه بعدش انجام داد این کارو و اینجا خیلی اون کسی هم که داره مصاحبه میکنه تو مخه داور رفته و اینجا صحنه که تایسون داره حرکت میکنه دوربینا رو نگاه کنید جمعیت رو ببینید که تایسون رو میخوام ببرن نگاه یه هیئت آدم داره فقط تایسون رو میبره فیلمبردار رو ببینید که یه ضربه به فیلمبردار میزنه فیلمبردار رو پرد میکنن رو زمین اصلا همه چی به هم ریخت تو این مبارزه عجیب غریب که سمت داره مصاحبه میکنه میگه آقا شما چرا دیسکوالیفای نگی شما میتونید سی فلان کاری کنی شما میتونید سی فلان کنی اینم خیلی محکم میگه آقا من دفعه اول اینجوری شد دفعه دوم دیسکوالیفایش کردم و خب خیلی هم میگفتن چرا همون دفعه اول دیسکوالیفای نکرده همون دفعه اول, اول اولی که گاز گرفی حرکت عجیب انجام داد اونجا باید دیسکوالیفایش میکردن در صورت این کارو ده بار دیگه میکرد ده بار دیگه گاز میگرفت هایسون. چون مگه میشه همون لحظه بعدش دوباره همین رو تکرار کرد شاید میدونسته که نمیتونه مبارزه رو پیروز بشه و این حرکت رو انجام داد که خیلی 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 بد شد برای مایک تایسون و مایک آهنی اینا بعد از چندین سال که با هم خوب نبودن به خاطر اینکه مایک تایسون به حال این کار رو انجام داده بود و کار درستی نبود الان رفیقای خوبی هم زیاد این ور اونورم میرن حتی کلیپی بود که ما تو همین کانالم هم براتون گذاشتیم تایسون در خونه هاری رو میزنه میاد یه گوشی رو گذاشته تو جوابی که حلقه میدن میاد بهش میده که میگه گوشتو برات آوردم و همیشه هم معذرت کرده از این کار ولی سالها گذشته از این مبارزه سالها گذشته و هنوز داریم ازش یاد میکنیم دوستان مرسی از اینکه ما رو دنبال کردین از پلیلیست ها قافل نشین که دنیای داخلش لطفا دکمه سابسکرایب رو بزنید دکمه زنگوله رو بزنید که ما هر ویدیوی گذاشتیم بتونید مشاهده بکنید اینجا ویدیوهای دیگه هم بهتون پیشنهاد میشه اونا رو هم لطفا ببینید حتما و نظرتون رو بهمون بگید مرسی از اینکه ما رو دنبال کردین خدا نگهدار